باید خفه خون بگیریم، ساکت باشیم. آقای تقی بدش میاد، نمیدونم سرهنگ چیچی خوشش نمیاد، تیم سار چیچی بهش بر میخوره، سناتور چیچی نباید راجب این حرفا. تمام شد. باید علیه این مسائل ایستاد. متاسفانه برتری طلبان دنبال روی آن تئوری هستند که به هر طریقی شده منافع اربابان این رژیم و این خونخواران کثافت را حفظ کنند. به هر طریقی دارن حفظ میکنند. به دیگر سخن، با پوزش از تو هموطن خوب و نازنین و دوست داشتنیم، به دیگر سخن ما هنوز لایق اون نیستیم، تا به امروز نبودیم که دستای همدیگر رو بگیریم و اجازه ندیم نفاق پراکنان، پتیاره های وابسته چه به رژیم مستقیم و چه دوزاری هایی که با 50 دلار، 100 دلار، 200 دلار یا یک رسانه ای که دهنش رو باز کرده از اون بالا یه کفتری، یه پرنده ای، یه فضله ای بندازه، اینجوری بگیره بلکه رزق روزی کنه. و تمام کثافت هایی که در طول 30 سال گذشته نگذاشتن ما باعث و بانی آزادی کشورمون بشیم، باید ایستاد. منتها تمام این آقایونی که صحبت از دموکراسی و آزادی و سکولاریزم و فقط حرف 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 اینقدر عمل نبوده، نه شهامت اون رو دارن که به صراحت و علنی بگند که برنامه ای دارن یا ندارند، و نه از جاه طلبی های خودشون و مقام پرستی های خودشون و خودخواهی های خودشون میخوان پایین بیان و صحنه رو برای اونهایی که میتونن جلو برن خالی کنن، به صورت نیروی بازدارنده سفت و محکم ایستادند. و مردم هم با رویاهایشان، با این تئاتر تخیلی خودشون، بازیگران کفزنی هستند که این هنرپیشه ها رو روی سن تئاتر در مغزشون، در درون رویاهاشون تشویق میکنند. بیایید در بین مردم و این شعارها رو سر بدید. هنگامی که به طور خصوصی از این آقایون میپرسید چرا این دموکراسی در همه کشورهای اروپایی عملی است ولی در کشور ما نیست، خیلی موزیانه و شاید بهتره بگم خیلی مؤدبانه پاسخ میدهند که آخر ما با اینها فرق داریم. بنده اسم این آقایون رو گذاشتم دموکرات های خجالتی یا منافع طلب، که در مردم، در صحبتاشون، مسائلشون که به گوش مردم میرسونن کس دیگری هستند، در خلوت خودشون با دوروبری های خودشون شخصیتی دیگر. خاک بر سر ما اگر تا به امروز تشخیص نداده ایم که اشتباهات ما کجا بوده و چرا این ملتی که از هر نظر برتری داره برای بهتر بودن از اون چیزی که هست، هنوز داره دور دایره باطل خودش میچرخه. برای روشنگری و هشدار باید گفت که این قبیل آدم ها در روند دموکراسی در آینده نشانه هایی بس خطرناکند. به نظر من بیشتر جنگ و جدال ها و تفرقه بین نیروهای اپوزیسیون از همین قشر برتری طلب و پیرو تئوری خودخواهی ها، خودمحوری ها و خود رهبری های این آقایونی است که در رأس احزاب و گروه ها و دسته ها و یا در تخیل خودشون و در یک جمع 10-15 نفری برای خودشون رهبر سازی کردند. یکی از وظایف نیروهای مترقی، یکی از وظایف من و تو، ما که خواهان عدالت اجتماعی و براندازی این رژیم کثیف هستیم، افشای این گروه به ظاهر متجدد و دموکرات،
افشای این سرگروه های سیاسی، احزاب مختلف، گروه های مختلف، اندیشه های مختلف که 30 سال ما رو در این برزخ، ما رو در این باتلاق نگه داشتن. تنها گروه سیاسی که با تمام وجودش رهبر خودش رو ستایش میکنه، دوست داره، بهش افتخار میکنه، ما طرفداران نظام پادشاهی هستیم که رهبرمون مشخصه، میدونیم کیه، یک شخصیت حقیقی حقوقی. اشکال ما اینه که نمیتونیم دستای همدیگر رو بگیریم، چون 30 سال انقدر سوزن مورفین به ما زدن که از ما یک لخته ساختن. باید به دنبال دارویی بود که این لخته رو دوباره انسان کنه، رو پاش بیستونه، غیرتش و شعورش و شرفش رو، حیثیتش رو، مرامش رو، شناسنامش رو، هویتش رو، فرهنگش رو، تاریخش رو هی تو سرش بزنه تا این لخته بلند شه، وایسه و فریاد آزادی خواهی سر بده. یکی هم که میخواد بکنه از هر طرف داره بهش حمله میشه. ما باید ساکت باشیم، ما باید همین جوی رو که رژیم اسلامی برامون درست کرده پذیرا باشیم، ما باید کنسرت های این مطربای دوزاری رو هر زمان که بگن اعلام کنن این روز کنسرت خانوم مثلا رینگول هست، 3000 نفر مثل الاغ سرامون رو بندازیم پایین بریم توش، 30 دلار، 40 دلار، 50 دلار، 100 دلار، 200 دلار بدیم تا بچه مافیای، بچه قرتیای حکومت اسلامی، تلویزیون دبی تک 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 بشورن و بزنن تو جیبشون، یه آروغ هم بزنن، یه خندم به ما بکنن، بریم تئاترای این دوزاری های بنگاه ایمانی رو ببینیم، هر زمان بریم هی چقدر قشنگ بود، چیش قشنگ بود، هر زمان که یه دوزاری رو از لندن و پاریس و اینا میپسن کنفرانس و سمپوزیوم و میتینگ و این گونه مسائل، همه بریم اینجوری مثل تو سری خورا بشینیم ببینیم این دوزاری کفدار چی میخواد بگه. هر زمان یه پروژه‌ای رو علم کردن فرستادن 6 ماه، 1 سال، 2 سال ما ها مثل بز دنبالش رفتیم، حالا که همه هوشیار شدن، حالا که دیگه همه دوزاریاشون افتاده، حالا که یه نفر اومده، یه رسانه اومده میخواد اینا رو دور هم جمع کنه، توپ و مسلسل و تفنگ و نارنجک و از هر طرف داره پرتاب میشه، هر بی پدر و مادری رو این ور اونور پخش کردن داره به ما حمله میکنه، که I don't give a damn، چون انقدر حقیرن. من صبح به صبح اینا رو همه رو سیفون میزنم میره پایین، ولی زمان حرکت ما فرا رسیده. یک برنامه تلویزیونی شما در خارج از کشور، یک برنامه تلویزیونی غیر از مال فریدون توفیقی به من نشون بدید، و هر یه سفاری هم به عنوان یه زن داره خیلی زحمت میکشه، نباید از حق گذشت. بقیه همه دوزاریه، همه در یک جهت منافع خاصی داره پیش میره. یک برنامه ساز نمیبینید از ثانیه صفر برنامهش تا پایانش رژیم اسلامی رو بزنه افشاگری کن، همه یه برنامه ها سمت و سوش به جاهای دیگه است. اینا غرق شدن، اینا دیگه راه بازگشت ندارن، اینها به قدری پرونده هاشون کثیفه، به قدری شیطینی و مایه از این ور اونور گرفتن، به قدری خرابکاری کردن، آلودن. تو رو به وجدانتون سوگند، تو رو به شرفتون سوگند، در عرض این 3 ماه تلویزیونی مثل آریامهر دیدید؟ 2 تا برنامه ساز توشن، 2 تا قزمیتم بودن با پسگردنی رفتن، چون میخواستن سطح تلویزیون ما رو ببرن تو همون سطح قهوه خونه ای که قبلا بودند. تلویزیونی دیدید که از آغاز تا پایان برنامهش یک پارچه بدون یک آگهی بدون هیچ چیزی به این رژیم کثافت بپردازه؟ به همین جهت همه هراسان شدن. اگر بدونید چه جشن عروسی در تلویزیون ها هر دوزاری این بیانیه اطلاعیه رو گرفته رو دستش داره.